اللي يتكلمون باللغة الفارسية. السيدة شادي صدر أنا من نفسي أعرفها من الداخل من بداية الألفين، اللي كانت ناشطة شابة تدرس الحقوق وظهرت يعني من خلال هيمنة أو خطاب الإصلاحي اللي كان في داخل إيران. فطبعا رويدا رويدا هي أذود عرفت بالعالميين وأخذت جائزة، وبعدين ضاق عليها الخناق في داخل إيران واضطرت أنه تطلع من الداخل، تلجأ تقدم اللجوء، فشكلت منظمة العدالة لإيران وثبتت يعني خلال هاي السنين الأخيرة أنه بدون أي تمايز وبدون يعني عنصرية أو لون أو لغة هي دافعت عن الشعوب غير الفارسية، دافعت عن الأقليات المذهبية كالبهائيين، دافعت عن أهل السنة، دافعت عن السجناء، ومستمرة بهذا العمل. وإحنا نشكرها طبعا ودعيناها باحتفالاتنا بمركز مشتاق الثقافي، واليوم هي شرفت هنا وطبعا عندها كلمة باللغة الفارسية. لكن تيشرز سخرانية شادي من البته بعربي بخاطر انك كمتر ممكن دوستان عربمون بخاطر پیگیری اخبار و حوادث در داخل ایران یا به زبان فارسی کمتر با شادی صدر آشنایی دارن، عرض کردم من شادی رو یک طرف البته نه این که باش ارتباطی داشته باشم، از همون زمانی که دختر جوانی بود و وکیلی بود که بعد از سالهای 2000 و در جریان در واقع جمع جور شدن نیروهای اصلاح طلب، باز شدن یه مقداری فضا، نیروهای جوان اومدن، ما هم که نسل 57 بودیم هر اتفاقی که تو روزنامه ها میگذشت طبیعتاً با شوق پیگیری میکردیم، و روزی که 3 میلیون نفر آدم رو توی خیابونا در 2009 دیدیم اون روز موت و مبهوت بودیم. به هر حال من بیشتر از این شادی رو معرفی نمی کنم، ایشون مدیر سازمان عدالت برای ایران هستن، تو الان ثابت کرده که برای دفاع از عدالت در ایران ایشون نه رنگ میشناسه، نه زبان، نه قومیت، نه مذهب و هیچ چیز به جز دفاع از انسان و انسانیت ایشون رو در واقع براش اهمیت نداره. من از شادی خواهش میکنم تشریف بیارن. خوشحالم که تونستم خودم رو به جمع شما برسونم هرچند با تأخیر. از آقای کوثر آل علی هم تشکر میکنم بابت معرفی خیلی خیلی بزرگوارانه که از من کردن و تو اونجایی که متوجه شدم عربی که صحبت میکردم در صورت لطف داشتم و به نظرم به مقدار زیادی هم ابراق توش بود، باور نکنم. من میخواستم که من خودم آماده نکردم راستش که صحبت بکنم، به منم گفته نشده بود که باید صحبت بکنی، من اومده بودم که فقط در جمع شما دوستان باشم و گوش بدم، برای همین من ببخشید اگه پراکنده حرف میزنم. میخواستم که این صحبت کوتاه رو با یاد فهیمه اسماعیلی بدوی شروع بکنم، زندانی سیاسی زن عرب که در حتما زندانی سیاسی زن عرب که در یاسوج، در زندان یاسوج در تبعید هست و اسمش درد و رنجی که برش میره، شرح حالش، اتفاقایی که افتاده، شکنجه هایی که دیده، نه توی هیچ کدوم از فهرست زندانی های سیاسی هست، نه توی هیچ کدوم از گزارش هایی که منتشر میشه در مورد زندانی های سیاسی و به خصوص زندانی های سیاسی زن. با این مقدمه میخوام یه گریزی بزنم به اولین فکری که وقتی وارد این سالن شدم بلافاصله به ذهنم رسید و اینجور فکرها دست خود آدم نیستش، یعنی بلافاصله به ذهنتون میرسه. اولین سوالی که من وقتی وارد شدم برام مطرح شد اینه که چرا انقدر تعداد زنان کمه اینجا، و
سعی کردم بشمارم خانمایی که تو جمع نشسته بودن و دیدم اون تصویر اولیه که دارم درسته، تعداد خیلی کمه. و برای فکر کردم از خودتون بپرسم که واقعا فکر میکنین چرا، و باز نقد میزنم به تجربه‌ای که ما داشتیم. وقتی که ما تو ایران در مورد حقوق زنان کار میکردیم یه نگاهی داشتیم که امروزی که من اینجا وایستادم فکر میکنم خیلی نگاه غلطی بوده و بارها بارها نقدش کردم و نقدش کردیم. هیچ وقت یادم نمیره که بزرگترین تظاهرات زنان برای حقوق زنان در مقابل دانشگاه تهران بعد از تظاهرات بزرگ حجاب، البته در سال 1357، بزرگترین تظاهرات دوم در مقابل دانشگاه تهران در سال 1385 برگزار شد. و در اون موقع یه اتوبوس از زنان کردی که در سنندج و در کردستان فعال بودن، در حوزه زنان کار میکردن، اومدن تهران که به ما بپیوندن و توی اون تجمع باشن. درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری بود که به انتخاب شدن احمدی نژاد انجامید. و من هیچ وقت یادم نمیره اون بحث و که اون گروه از زنان کرد اصرار داشتن و میخواستن به ما بفهمونن. توی زمان خیلی کوتاه بود، توی فشار شدید بودیم که الان نیروهای انتظامی ممکن بیان بریزن، اصلا ما رو قبل از اینکه برسیم به محل تظاهرات بگیرن و همه اینا. و اونا میگفتن که ما میخوام شعارهای خودمون رو مطرح کنیم، باید به ما فضا بدین و جا بدین برای اینکه ما بگیم که مطالبات ما به عنوان زنان کرد چیه. و ما میگفتیم که نه، ما اینجا راجب حقوق زنان داریم صحبت میکنیم، زن کرد و فارس و عرب و اینا نداره، ما راجب زنان داریم حرف میزنیم و اینجا فقط راجب حقوق زنان حرف میزنیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که از دوستان اونجا گفتش که ببینین شما چرا متوجه نمیشین، من زن کردم، نه زن بودنمو میتونم عوض کنم و از خودم جدا کنم، نه کرد بودنمو، این دوتا هر دوتا هویت منه. شماها از من دارین میخواین که یه بخش هویتمو نبینم و یه بخش دیگه رو ببینم. اصلا یه همچین چیز قلابیه. من زن خالی نیستم، من زن کردم، یا منو همین جوری که هستم میپذیرین یا ما نمیایم تجمع. و بعد خب به هر صورت اونا اومدن تو تجمع و تونستن خوشبختانه پلاکاردهای خودشون رو داشته باشن و یه فضای پیدا کردن، ولی خیلی کل جمع از این خوشحال نبود، خیلی پذیرای این موضوع نبود. و خب الان خیلی سال میگذره از اون قضیه، 10 سال حدوداً میگذره. و من حالا میخوام فکر کنم که وقتی که میام تو اینجا یعنی میخوام بگم که یه جوری اینجوری نگاه کنیم بهش که نکنه اینجا داره برعکسش اتفاق میفته. یعنی ما وقتی راجع به مطالبات ملی و هویت طلبانه حرف میزنیم و بعد جای زنها اینجا خالیه یا خیلی تعدادشون کمه، بعد من از خودم سوال میکنم که مگه زن عرب مطالبات هویت طلبانه مطالبات ملی نداره؟ قطعا داره، وگرنه یک کسی مثل فهیمه اسماعیل بدوی تو زندان نیست برای اینکه این مطالبات رو خواسته و به خاطرش رفته زندان و شکنجه دیده. ولی پس چرا اینجا نیست؟ آیا مسئله این نیست که اینجا شاید این برعکس اون اشتباهی که ما میکردیم داره اتفاق میفته؟ یعنی فقط عرب بودن برجسته داره میشه و زن بودن اون آدم هایی که اینجا جاشون خالیه و نیستن نادیده گرفته میشه، در حالی که چیزی به اسم عرب خالی وجود نداره. ما زن عرب داریم و زن عرب هویتش هم زن بودنشه و هم عرب بودنشه، باید هر دوتاش به رسمیت شناخته بشه و مطالباتش و خواسته هاش و مسائلش به رسمیت شناخته بشه به عنوان اون چیزی که هست، اون چیزی که واقعی. ما نمیتونیم دوتا رو از هم جدا کنیم. حالا اینجا نکنه که، و این فقط یه سواله، نکنه که فقط داره سعی میشه که گفته بشه که فقط آدم ها یه هویت دارن و اون الان اینجا هویت عربشونه و زن بودنشون مهم نیست. شاید از خودم بپرسیم آیا یکی از دلایلی که زن ها اینجا نیستن یا تعدادشون خیلی کمه آیا این نیست؟ آیا خودشون رو در این جمع غریبه پیدا فکر نمی کنن هستن؟ و این سوالیه که فکر میکنم که خوبه که بهش فکر کنیم که چرا در جنبش در این جنبش اینقدر حضور زنان کم رنگه و چی کار میشه کرد برای اینکه حضورشون پررنگ‌تر بشه و خودشون با مطالبات خودشون حضور داشته باشن که هم مطالبات جنسیتی، هم مطالبات ملیتی و هم میتونه مطالبات دیگه باشه. من صحبتم به پایان میبرم و بازم معذرت میخوام که ذهنتون رو مشغول کردم با یه سوال، ولی فکر میکنم که خوبه که همدیگر چالش کنیم و سوال بکنیم برای اینکه بتونه این جنبش به طور کلی و جنبش حقوق بشر به طور کلی پیشرفت بکنه. خیلی متشکرم.